سلام خدمت شما دکتر سپان گرامی. امروز در مورد اقامت زنانه صحبت خواهیم کرد. علل کلی اقامت در زنها به 4 دسته عمده تقسیم میشه: اختلالات تخمدانی 20 تا 40%، اختلالات لوله رحمی و زایات حوصله 40% اوقات، و اختلالات گردن رحم 10%، و علل اندومتر کمتر از 5%. علل عدم باروری در نزد خانم ها میتونه که تشکیل بده. خب اختلالات تخمدانی که معمولا دو علت عمده یه که کاهش تخم گذاری یا اولیگو اوولیشن هست و دیگه عدم تخم گذاری یا ان اوولیشن است، عمده ترین اسبابی است که در سیکل های قاعدگی خانم ها ممکنه اتفاق بفته و باعث ازی بشه که اینا دچار اقامت ابتدایی یا اقامت ثانوی بگردن، که عمدتاً علت اولیگو اوولیشن و ان اوولیشن میتونه سندروم های از قبیل سندروم تخمدان پولیکیستیک، هایپرپرولاکتینمی، هایپو یا هایپرتایریدیزم، کپکاری یا پرکاری ادرنال و سندروم کوشینگ باشه. یعنی زیادترین اختلالاتی که در سیستم اندوکرین ممکنه که ایجاد بگرده، این میتونه اینمی پروسه تخمگذاری یا اوولیشن در نزد خانم ها مختل بگردنه و یکی از اسباب اقامت در نزد خانم ها بگرده. خب نوعی ارزیابی تخمگذاری، اگرچه مطمئن ترین روش جهت تشخیص تخم گذاری اینمی دیدن رشد و تکامل تخمک و آزاد شدن از او می باشه، ولی متاسفانه از نظر عملی این کار تا اندازه ناممکن هسته، ولی از میتودهای دیگه میتونن استفاده بکنن که حول هوش تخم گذاری ممکنه مشخص بکنه. یکی تعیین درجه حرارت عضویت یا بادی بزل تمپریچر است، میتود دیگه مونیتورینگ LH است، و میتود دیگه میدلوتیل سیروم پروژسترون هست یا تعیین پروژسترون وسط فاز لوتیال هست، و بیوپسی انتومتر و سرونگرافی سریال می باشد. اولا در قسمت بزل بادی تمپریچر باید بگیم که در اینجا باز معمولا 2 روز بعد از ای که LH سرچ شروع شده باشه، یعنی بعد از ای که موجه LH شروع به بلند رفتن یا صعود بکنه، و یا 1 روز بعد از تخم گذاری، درجه حرارت پایه عضویت معمولا در حدود 2 تا 5% میتونه افزایش بیافه، که وقتی تا این حدود 2% تا 5% درجه حرارت قاعدوی عضویت افزایش میافه، در حقیقت اینمی منحنی درجه حرارت عضویت که مونوفازیک هست بایفازیک میکنه. علت ازی چیه که درجه حرارت بدن در این وقت به این اندازه تغییر میکنه؟ علت افزایش بادی بزل تمپریچر اثرات مرکزی پروژسترون هست که به بالای مرکز تنظیم حرارت عضویت وارد میشه، و معمولا زمانی مثل صورت میگیره که مقدار پروژسترون اضافه در 4 میلی گرم فی میلیلیتر در عضویت باشد. خب همیشه مسئله بایفازیک شدن درجه حرارت قاعدوی عضویت نمیتونه دلالت بر ای بکنه که تخم گذاری در نزد خانم ها صورت گرفته، چی بسا سیکل ها بوده که درجه حرارت عضویت منحنی از او مونوفازیک بوده، ولی در همان سیکل تخم گذاری هم صورت گرفته. بنابراین این هم نمیتونه که خیلی قاطع باشه در تشخیص تخم گذاری در نزد خانم ها. دیگه میتود دومی که توسط از او میتونن تعیین بکنن یا تخمین بزنن موقع تخم گذاری ده مونیتورینگ LH هست. بهترین روش پیشبینی زمان تخم گذاری اندازگیری سریال LH در خون یا در ادرار هست، به طوری که حدود 34 تا 36 ساعت بعد از اینکه موجی LH
شروع به بلند رفتار میکنه و تقریبا 10 تا 12 ساعت بعد از اینکه موجی LH به پیک خود رسیده باشه تخم گذاری صورت میگیره. و امروز خوشبختانه کیت هایی هست که خود خانم ها میتونن با در دست داشتن از این کیت ها و رنمایی که در مورد از ناشده در استفاده از ناشده خود از نام موقع تبعیض تا اندازه در نزد خود تعیین بکنن با تعیین یا تعقیب بلند رفتن موجه LH. خب مثل لوتیال سیروم پروژسترون، خب چون میفهمیم که در فاز لوتیال دیگه از روز 14 به بعد آیسا ایسا سطح پروژسترون بلند میره، بنان اگر در وسط فاز لوتیال یعنی بین روز 14 الا 24 یا حداقل روز 28 در وسط از نا اگر بگیرن، چون فاز لوتیال ثابت هست و 14 روز است، در این از روز 14 تا 28 در وسط از سکل اگر اینا مقدار پروژسترون تعیین بکنن و اضافه تر از 3 میلی گرم فی میلی لیتر باشه، پس دلالت بر این میکنه که تخمه گذاری در نزد خانم صورت گرفته. میم در قسمت بیوپسی اندومتر، یکی از روش های دیگه هم میتونه انجام بیوپسی اندومتر به خصوص در فاز لوتیال به خاطر از اینکه دیده شد که آیا اندومتر ترشویی هست، یعنی اندومتر رشد کرده و حال تحت تاثیر پروژسترون ترشویی شده یا نه، یعنی اویه مارپیچی در او پیدا شده، قدوات از او گلیکوژن از او افزایش یافته و بزرگ شده، به خاطر تعیین از این مسئله میتونن که در فاز لوتیال بیوپسی از اندومتر بگیریم. یعنی ولی این چون یک روش بسیار تهاجمی هست و برای خانمی که او دچار اقامت باشه برای تعیین زمان تخمه گذاری انجام ای تست در هر سکل قاعدگی کار بسیار دشوار و غیر ممکن است و فلحاظا تنها بیوپسی اندومتر در شرایط انجام میشه که خانم دچار لوتیال فاز دفکت باشه، یعنی مشکوک به این باشیم که خانم دچار نقض فاز لوتیال هست و بعد از اون ما این تست در نزد از اون انجام بدیم. خب سونوگرافی سریال هم یک متد دیگه هست که معمولا میتونه به مدت 3 روز یا روزهای تا روزهای جفت در نزد خانم انجام بشه، یعنی میتونه از روز مثلا 11 13 15 و یا هم 12 و 14 و 16 انجام بشه و ببینیم که آیا در این روزا فولیکول رشد میکنه، چه اندازه رشد میکنه و بالاخره آزاد میشه و وقت آزاد شد دیگه در جوف دوگلاس اگر مایع دیده شد به این معنی هست که فولیکول رپچر کرده و تخمک آزاد گریده. خب معمولا از این میتود به خاطر از این که لوتینایزد ان رپچرد فولیکول تشخیص بدن استفاده میکنن، یعنی معمولا فولیکولی که باید به همون موقعی که لازمه ای بکفه و تخمک از او آزاد بشه ای کفیدن از او صورت نمیگیره و تقریبا تا به 36 ساعت از اوج LH هم که گذشته باشه ای هنوز هم به صورت ان رپچرد باقی مانده و معمولا از سونوگرافی سریال به همین موارد استفاده میکنن و اگر این مسئله تشخیص شد در سیکل بعدی وقتی که اندازه فولیکول به حدود 18 تا 22 رسید دیگه آمپول ACG 5000 یا 10000 یونیت زرق میکنن تا که تخمک آزاد بشه. خب یک مورد دیگه که هست که استفاده از انسیت ها یا نان استرویدر انتی انفلاماتوری درگز این میتونه روند تخمه گذاری را به تعویق بندازه. فعلا در نزد خانم هایی که ما میخواییم الغای تخمه گذاری بکنیم بهتر است که در همو سکل از انسیت ها استفاده نکنیم. خب یعنی در قسمت لوتیال فاز دفکت معمولا اگر مشکوک به این باشیم که خانم ممکنه دچار نقص فاز لوتیال باشه ما به خاطر تعیین از این کدام پروسیجر را انجام میدیم. از نظر تعریف اول تعریف میکنیم لوتیال فاز دفکت عبارت از دفکتی است یا نقصی است که با کاهش طول مدت فعالیت یا میزان فعالیت جسم زرد
نقض فاز لوتیال گفته میشه که خود از یکی از اسباب عدم باروری در نزد خانم ها میتونه باشه. معمولا بیوپسی اندومتر صورت میگیره و این بیوپسی اندومتر چی رقم صورت میگیره در دو روز متوالی انجام میشه که ببینن آیا تغییرات هیستولوژیکی که در این روز صورت گرفته مطابقت میکنه با تغییرات نرمال هیستولوژیکی که در یک سیکل نرمال با تبعیض صورت گرفته یا نه، و اگر تاخیر در این دو سیکل در این دو روز در نمای رشد هیستولوژیک اندومتر دیده شد به این معنی که لوتیال فاز دفکت هسته در نزد خانم. مناسب ترین زمان برای انجام بیوپسی اندومتر برای این منظور دو تا سه روز مانده به موقع احتمالی پریود، یعنی چند روزه که به پریود مانده باشه این کار انجام میدن تا که ببینن آیا اندومتر رشد کافی را داره یا نمیداشته باشه. در صورتی که مقدار پروژسترون سروم یک هفته مانده به زمان پریود یا 5 تا 7 روز بعد از LH سرچ کمتر از 10 نانوگرام فی میلیتر باشد، تشخیص لوتیال فاز دفکت میتونه که داده شد. خانمایی که با اقامت بدون توجیه هستن، نامشخص علت از نوازنی بیمار با افزایش درجه حرارت قاعدوی با طول مدت کمتر از 10 تا 11 روز و بیمار با سابقه سقط های مکرر و سقط های عادتی و خود به خودی کاندیدای آزمایش می باشند که باید در نزد اسنا انجام بشه. خب پریمچور اوواریان فیلر، خب بناتوانی تخمدان این هم میتونه یکی از علت های دیگه عدم باروری در نزد خانم ها باشه که قبل از اینکه خانم به سن یایسگی بره ذخایر تخمدانی از او کاهش میافه و تخمدان ها یا هم تخمدان ها بنابر علت میرن به طرف اتروفی و عدم فعالیت. بناتوانی تخمدان در تولید استروژن و نیز تخمه گذاری در نتیجه افزایش گونادوتروپین ها به عبارت یایسگی قبل از وقت یا پریمچور اوواریان فیلر میگن و معمولا زمان ای تعریف صدق میکنه که در نزد خانم قبل از 35 سالگی اتفاق افتاده باشه و خانم دیگه دچار سکت های عادت ماوار نمیشه، تخمه گذاری در نزد صورت نمیگیره و تحیزی هم در نزد زو دیده نمیشه. با مجموعی از امیناری، اولیگومیناری، نارسایی درجات نشان های یایسگی، گرگرفتگی، خشکی معبر، اختلال خواب، تغییرات خلقی و تمام تغییراتی که در دوران یایسگی طبیعی در نزد خانم ها ممکنه ایجاد بگرده در نزد از خانم ها معلوم میشه، دیده میشه. و چی رقم تشخیص میشه؟ زمانی که اگر ما FSH رو تعیین کنیم و او اضافه تر 40 میلی یونیت باشه، پس عدم کفایه قبل از وقت تخمدان ها میتونه تشخیص بگیره، چون میفهمین که در صورتی که هر سیکل تخمه گذاری وجود داشته باشه و در شروع که FSH افراز میگرده باز تخمه که رشد میکنن در مسیر رشد فولیکول از اجرات گرانولوزای از انهبین تولید میشه که این انهبین با اشاره استروژن و فیدبک منفی که وارد میکنه مانع از افراز FSH میشه، یعنی در طول سیکل قاعدگی سطح FSH پایین است ولی وقت سطح فولیکول رشد نکنه استروژن افراز نمیشه و انهبینی نیه، در نتیجه سطح FSH بلند میره. علل شناخته شده از او یک التهاب تخمدانه که معمولا در انتانات وایرال مثل مابس دیده میشه، ردشن، شیمی درمانی، اختلالات اوتو امیونه نظیر بیماری تیرویدی، هایپرپاراتیرویدیزم، دیابت و میاستنی گراف میتونه که این حالات منجر به عدم کفایه قبل از وقت تخمدان بگرده. خب کاهش ظرفیت ذخیره تخمدان این هم یکی از علتهای دیگه اقامت میتونه در نزد خانم ها باشه که از ابتدا ممکنه از حیات روشیمی یا به صورت ژنتیک در نزد دختر خانم ها در نزد خانم ها هم خود ذخیره فولیکول های بدوی کم باشه و خب طبعا وقتی که دچار کاهش ظرفیت ذخیره تخمدان میشه بازم همین مسئله پیش میاد که اوولشن وجود نداره و انهبینی وجود نداره که تاثیر منفی کنه به بالای افراز FSH و سطح FSH بلند بره، یعنی بیشتر از 15 اینترنشنال یونیت فی میلیتر و ترجیحاً 20 اینترنشنال یونیت فی میلیتر
یا اضافه تر از این در روز سوم سیکل قاعدگی می باشه و اغلب همراه با قاعدگی و تخمه گذاری و پاس ضعیف به گونه دیستروپین ها مشخص میشه. اهمیت شناسایی اختلال در چی است که وقتی این تشخیص میشه که ظرفیت ذخیره تخمدان خانم کاهش یافته دیگه در این صورت ضرورت نیست که ما اندکشن اوولشن بکنیم چون فلیکول بدوی وجود نمی داشته باشه، پس این مریضا کاندید الغای مصنوعی هستن با تخمک اهدایی، یعنی تخمک اهدایی بریز نداده شد تا الغای مصنوعی صورت بگیره. و تشخیص دقیقتر از این آرزه توسط کلوموفین چلنج تست صورت میگیره، یعنی در این تست معمولا میگیرن بین روز در کلوموفین چلنج تست بین مثلا ابتدا مثلا بین روز پنجم تا روز دهم یا روز چهارم تا به روز نهم روز 50 میلی گرم کلوموفین برای خانم میدن و بین روز سوم و دهم هم برای از اونا خود اندازه FSH تعیین میکنن. خب وقتی که اندازه FSH بلند بود پس نتیجه از این تست مشخص میشه که مثبت هست، یعنی کاهش ظرفیت ذخیره تخمدان وجود داره چون فولیکول رشد نکرده تحت تاثیر کلوموفین که مانع از افراز FSH بگرده. خب اختلال و زایات لوله‌ای حوصله یکی از علتهای دیگه میتونه که عوامل لوله‌ای و حوصله‌ای صفاقی باشه که مسئول 30% تا 40% موارد اقامت زنان بوده و علت اصلی از عمدتا انتانات و حوادث التهابی حوصله مثل PID، سابقه جراحی که در لوله صورت گرفته در حوصله صورت گرفته و باعث چسبندگی ها گردیده، چسبندگی های دور تخمدان، چسبندگی های دور نفیر، نواقص مادرزادی که به صورت مادرزادی یا کانجنیتال لوله ها بسته هستند، تنگی لوله های رحمی و اندومتریوز که اندومتریوز خود از باعث چسبندگی در جوف حوصله میشه و در اطراف لوله ها میشه، میتونه که علت هایی باشه که با اختلالات زایات لوله‌ای حوصله با این سبب نابروری در نزد خانم ها بگرده. بهترین روش برای بررسی اختلالات لوله‌ای و حوصله‌ای هیستروسرپنجوگرافی و لپاراسکوپی است. دیگه ما در نزد از خانم ها ما هیستروسرپنجوگرافی و لپاراسکوپی را انجام میدیم و توسط از او تشخیص میکنیم که آیا لوله ها باز هست یا نه. هیستروسرپنجوگرافی هم یک متد خوبی است که تحت فلوروسکوپ انجام میشه و یک مقدار خب قبل از اینکه پروسیجر رو ما انجام بدیم باید حداقل بعد از ختم قاعدگی خانم باشه چون احتمال باروری در نزد از خانم ها بسیار کم هست در بعد از اینکه عادت موار از نقطه میشه مثلا روز 7-8-9 اینا باید روش انجام بشه. قبل از او یک انسید میدیم که درد نداشته باشه و مقداری هم دوکزاسکلین میدیم که زمینه انترانید در نزد ازنا از بین ببره. برای انجام هیستروسرپنجوگرافی معمولا از یک ماده حاجب معلول در آب استفاده میشه و میتونیم از معلول هایی که اینا منحل در شعم هستن یا چربی هستن نیز استفاده بشه با ویزیکوسیتی بسیار پایین که این هم میتونه کمک کنه. مهمترین آرزه نشت ماده حاجب به داخل عروق به داخل میومتر هست که اگر به داخل میومتر تنشین بشه این مایه در این صورت میتونه که راه بیافته به عروق و سبب آمبولی بگرده. به خاطر ما از هیستروسرپنجوگرافی تحت فلوروسکوپی و استفاده از مواد منحل در آب و رقیق‌تر میتونیم استفاده بکنیم تا این خطر به حداقل برسانه. در کدام موارد ما نمیتونیم هیستروسرپنجوگرافی بکنیم؟ وقتی که شک به حاملگی وجود داشته باشه و مشکوک به این باشیم که خانم پی آی دی داشته باشه. و در کدام موارد که انجام ازو به صورت نسبی من اهمی باشه؟ یکی سابقه پی آی دی، سابقه حساسیت به یود و دستگیری های اخیر داخل رحم مثلا کورتاژ و سنداژ و این مسائلی که در اواخر اگر در نزد خانم صورت گرفته باشه نباید ما هیستروسرپنجوگرافی بکنیم.
خب علت سرویکال هم میتونه که یکی از خب لاپرس در قسمت لاپروسکوپی هم بگیم که خوشبختانه فعلا با پیشرفتی که در جراحی صورت گرفته در قسمت لاپروسکوپی یک قسمت زیادی از مشکلات نسایی که مربوط به چسبندگی ها از اندومتریوز هست و بعضی از آفات دیگه هست در خود دستگاه تناسلی داخلی این موارد برطرف گردیده و یک مقدار زیاد از علل اقامت با منشأ چسبندگی ها و اندومتریوز اینا توسط لاپاروسکوپی تشخیص شده و مرفوع ساخته شده است. عامل سرویکر نقش سرویکس هم در باروری بسیار با ارزش هست، به خاطر از اینکه سرویکس می داریم یک محیط مغذی مناسب است، پیچی که بیش از 7 میتونه که قدرت لغزندگی و سرعت اسپرم زیاد بسازه، باعث تغذیه از او بگرده و همچنان باعث از این میشه که یک تعداد فاگوسیت ها و عوامل که میتونن بسیاری از انتاناتی که در دهانه اون وجود داشته باشن او تخریب بکنن و از بین ببرن، میتونه توسط همه پی ایچ تعیین بگرده. بنان یکی هم که مکوز سرویکس که تحت تاثیر استروژن و پروژسترون در قبل از تخمه گذاری افزایش میافه، این هم خود از او میتونه که یک محیط سیال و شفاف و آماده را برای عبور اسپرم به داخل اون فراهم بسازد. بنان علل سرویکال که مسئول کمتر از 5% واقعات اقامت در نزد خانم ها می باشند، معمولا بعد از تست بعد از نزدیکی یا پوسکویتال تست اینه میتونن انجام بدن و خود سالم بودن سرویکس، نرمال بودن سرویکس و اینکه باز بودن سرویکس میتونه نقش داشته باشه در عبور اسپرم و در از بین بردن عامل سرویکال من حیث یکی از عوامل ناباروری در نزد خانم ها. خب یکی هم مسئله عامل رحمی اندومتر هست. خب اگر بعضی وقتا میتونه که بعضی مشکلات در خود اندومتر هم وجود داشته باشه که باعث اقامت بشه، مثلا میوم های وجود داشته باشه، تومور های وجود داشته باشه که در زیر مخاط باشه و یا هم در طبقه انترامورال باشه یا طبقه خود عضلی رحم باشه. خب اینا در صورت که پلاسنتا به روی از ناقرس بگرده اروای از اون میتونه مختل بشه و سبب سخت بگرده. پس این مسائل هم اگر فیبروم های هم در داخل رحم باشه میتونه به آسانی توسط سونوهیستروگرافی مشخص بگرده و بعد از او اقدام برای تداوی از این مریضا بگرده. خب میان در قسمت تداوی از این مریضا یکی دوایی که کلوموفین سترات که به پیمانی بسیار زیاده همیشه و به صورت سرپایی برای تمام مریضا برای اندکشن اولشن یا الغای تخمه گذاری استفاده میشه. خب کلوموفین سترات در حقیقت یک دوای غیر استرویدیه با اثرات استروژنیک ضعیف و اثرات آنتی استروژنیک قوی. این در کبد متابولیسم میشه، از طریق دستگاه هضمی رفع میشه، دفع میشه و دارای نیمه عمر در حدود 5 تا 7 روز هست. خب میکانیزم اثر کلوموفین به چه شکله؟ این میره بر روی آخذه های استروژن که به هایپوتالاموس قرار داره به صورت رقابتی به اونجا خود نصب میکنه و نمیگذاره که استروژن به اونجا نصب بگرده و مانع از افراز گونادوتروپین ریلایزینگ هورمون بگرده. پس وقتی که نگذاره که استروژن به اونجا بره، خب این میره او آخذه ها رو بلاک میکنه و در نتیجه خب گونادوتروپین ریلایزینگ هورمون افراز میکرده به صورت ضربانی و باعث از این میشه که خب باز FSH و LH آزاد بگردن و رشد فولیکول در نزد خانم صورت بگیره. شرایط و انتخاب بیماران برای تجویز کلوموفین، چون میکانیزم کلوموفین توریه که باید محور هایپوتالاموس، هیپوفیز، تخمدان و اندومتر سالم باشه که بتونه فعالیت اثرات لازم داشته باشه. بنابراین در هر خانومی که اینمی محور به صورت سالم وجود داشته باشه و بدون دفکت وجود داشته باشه ما میتونیم از کلوموفین سترات استفاده بکنیم.
و خب ممکنه بعضی از خانم ها اندومتر به صورت کافی رشد نکرده باشه یا مشکوک به ازی باشیم که ضخامت کافی اندومتر داره یا نمیداشته باشه. به این خاطر از پروژسترون چنل استرس استفاده میکنیم، یک مقدار پروژسترون میدیم تا اندومتر ببینیم اگر تحت تاثیر استروژن رشد کرده حال تحت تاثیر پروژسترون و آیی بشه و سکرتوری بشه، یعنی ترشویی بشه و بعد از اون قطع میکنیم بپاشه. خب انالی میتونیم که موارد منع مصرف کلومفین کدام های است، یکی موارد منع مصرف یکی در حاملگی نباید استفاده شد، در نورسایی تخمدان دیگه استفاده نشه چون تخمکی وجود نداره که باعث رشد ازی بشه، در وجود کیست های متوسط تا بزرگ تخمدان چون باعث رشد ازی نمیشه، در بیماری های تیروید یا ادرنال که درمان نشده باشه به خاطر که اگر اون درمان بشه دیگه اولشان خود از او به صورت بنفسه ای صورت میگیره چون از عوامل ان اولشان میتونه ای آفات در قده تیروید یا ادرنال باشه. اختلال بیماری و خونریزی غیر طبیعی رحم که علت از او تشخیص نشده باشه نباید استفاده بشه و میکروادنوم هیپوفیز مصرف کلومفین ممنوع است. خب از کلومفین چی رقم استفاده میکنیم؟ از رژیم دوایی ازی خب معمولا دوزاج 50 میلی گرام میگیریم بین روز خب 3 تا 8 روزانه 50 میلی گرام میگیم خانم بگیره و بعد از او تقریبا تخمه گذاری میتونه 5 تا 12 روز بعد از آخرین دوز کلومفین صورت بگیره، یعنی معمولا 7 روز بعد، و خانم تشویق میکنیم که هر 35 ساعت یک بار نزدیکی داشته باشه تا اولشن که در نزد از او صورت میگیره باعث باروری بکرده. خب اگر با این دوز جواب نداد معمولا دوز 100 میلی گرام میکنیم به سکل بعدی و به همین شکل تعقیب میکنیم بیماره و معمولا ما میتونیم تا به مقدار 150 تا 200 میلی گرام دوزاج کلومفین بلند ببریم. ولی یک نکته دیگه هست که در بعضی افراد این دوزاج 5 روزه یا تجویز 5 روزه نتیجه نمیده و تجویز 10 روزه میتونه موثرتر باشه، به خاطر ما معمولا میگیریم و به مدت 10 روز مقدار 50 میلی گرام کلومفین سیترات به نزد از خانم ها میدیم تا که معمولا تجویز کلومفین بین روز 8 تا 15 صورت میگیره تا که در نزد ازنا خود اولشان اتفاق بفته. خب دیگه عوارض جانبی کلومفین یکی بزرگ شدن تخمدانای علائم واز موتوری مثل گرفتگی میتونه بده چون اثرات آنتی استروژنی که بلند میداشته باشه، احساس ناراحتی و نفخ شکم و تهوع استفراغ، اثر شدن پستاندا، بیخوابی و عصبانیت، اختلالات بینایی به صورت تاریدی، دیدن نقاط نورانی و شناور و غیره، افزایش وزن، خونریزی غیر طبیعی رمی، ریزش موی، احساس سبکی سر، خواب آلودگی، زوف و بیاری می باشه. ولی یکی از عمده ترین عارضه یزی عبارت از هایپر استیمولیشن هست که تخمدان ها بیش از اندازه چندین فولیکول به این زمان رشد میکنه و این میتونه با اسایتیس، با درد شدید در قسمت نایی سوپراپیویک در نزد خانم ها تشخیص بشه که بهترین میتود تداوی از این اینه که تجویز کلومفین دیگه ما قطع کنیم. خب دوای دیگه که میتونه استفاده بشه یکی HMG یا Human Menopausal Gonadotropin است که Human Menopausal Gonadotropin تقریبا حاوی FSH هست و با مانند FSH باعث رشد تخمک میگرده به مقدار 75 تا 150 انترنشنال یونیت بوده که به تدریج از 75 یونیت شروع به مقدار بلند برده میشد. این دوا با وجودی که طرز تطبیق از آسان است و مال قیمت است و کمتر اتباسیات روتین استفاده میشه. گونادوتروپین ریلایزینگ هورمونه که امگامه که تشوشات و عدم کفایت در هایپوتالموس وجود داشته باشه، ما از گونادوتروپین ریلایزینگ هورمون از تجویزی از او استفاده میکنیم، به صورت زرق تحت الجلدی یا عضلی استفاده میشه تا بتونه سبب آزاد شدن تخمک بگرده.
ابتدایی اقامت که منشی از اون نفیرا باشه، در این صورت دیگه جا به یک سلسله عملیات ها رو میکنه که با بالای تیوب ها انجام بشه تا اون آفات انسدادی که وجود داره برداشته شه. در صورتی که تیوب ها بسته باشه دیگه میکنیم، در صورتی که التصاق تیوب ها و یا فیمبریا مطرح باشد تیوب پلاسی یا انوالشن انجام میشه. خب تیوب پلاسی معمولا در حالاتی که نهایت تیوب ها بسته باشه و یا هم دو نهایت تیوب بسته باشه و یا قسمت از او باز باشه بسته باشه طوری صورت میگیره که قسمت که مسدود هست برداشته میشه و دو نهایی که حالا باز شده جوفی از نا دوباره هم بر روی هم دیگه قرار داده میشه. و در قسمت انوالشن توپ پلاسی و انوالشن طوریه که توسط بالونه که از مسیر تیوب مسدود عبور داده میشه جوف تیوب فراخ ساخته میشه و به یک قسم انسداد از بین برده میشه. و خطرات توپ پلاسی چیه؟ که عدم موفقیت در بازسازی و ترمیمی از او، با وجودی که ما ترمیم کردیم همو زایه نسجیر برداشتیم ولی ممکنه که ترمیمی که باز بعدا صورت میگیره پس باعث بسته شدن نایه بگرده. تاسیس بندش بعدی بعد از اجرای عملیات، حمل خارج رحمی یا داخل نفیری که میتونه یکی از علتهای از او اینمی جرایی هایی باشه که بروی نفیرها انجام میشه. خب دیگه که در قسمت تداوی اقامت که دلیل از او مشخص نشده باشه میدانند که فعلا اسیستد ریپروداکتیو تکنولوژی به پیمانه زیاد یعنی انقلاب را در عالم ناباروری و اقامت به وجود آورده و زوجهایی که سالها محروم بودن از داشتن اطفال حال با استفاده از میتودهای مختلف اسیستد ریپروداکتیو تکنولوژی تونستن که از نماد اولادار شدن برخوردار بشن. این میتودهای عبارت از انترایوترین انسمینیشن هست که یعنی تلقی به داخل خود رحم هست که اسپرم بعد از اینکه شسته میشه و پاکسازی میشه و تقویه میشه داخل خودی رحم زرق میشه. آرتفیشیال انسمینیشن هست که این هم میتونه به صورت مصنوعی مقدار اسپرمه که باز هم این به صورت از یک لابراتوری گرفته شده باشه و بعض مواد دیگه با او آلوده شده باشه و اسپرمایی که اونا معیوب می باشن و حرکت کمتر نمی داشته باشن اونا دور ساخته شده و تنها اونمو اسپرمایی که سالم هستن دوباره تلقی می شدن از خانم می تونه استفاده بشه. ITI یا intratubal insemination یا تلقی اسپرم به داخل خود نفیر هست. IVF یا in vitro fertilization که تخمک روش داده میشه و گرفته میشه با اسپرم در فضای لابراتوری القا صورت میگیره و بعدا به داخل زایگوت چند تا زایگوت به داخل رحم جابجا میشه. گفت یا گمیت intrafallopian tube transfer که گمیت به داخل فالوپیان تیوب گذاشته میشه و یا زایگوت اینترافالوپیان ترانسفر یعنی زایگوت در فضای لابراتوری تشکل میکنه و بعد از او به داخل فالوپیان تیوب گذاشته میشه. اینتراسایتوپلازم اسپرم انجکشن معمولا در نزد خانم های صورت در نزد کسای صورت میگیره که اسپرم در قسمت اکروزوم خود مشکل داره و نمیتونه که دیوار حجروی خود اوام تخریب بکنه یا زونال پلوسیدار تخریب بکنه. به این خاطر میتونن که راستن اسپرم به داخل خود تخمک زرق بکنن. کریو پرزرویشن تکنیک هست که در این تکنیک معمولا اگر خواسته باشن برای یک زمان برای یک بار مقداری از اسپرم بگیرن و یا اوبرم بگیرن یا حتی میتونن که هر دوی از نفسات زایگوت که تلقی صورت گرفته بگیرن و بر از او در جاهای مخصوص در درجه برودت مخصوص اینا رو نگهداری بکنن تا به مواقعی که ممکنه در آینده
ضرورت به استفاده از اینا باشه استفاده بگرده. مثلا خانم یا مرد کاندید شیمی درمانی رادیوتراپی و طبعا یک مقدار از اسپرما آسیب میبینن، به خاطر قبل از پروسیجر یک مقدار از اسپرما گرفته میشه و حفظ میشه برای مراحل بعد از انجام ای تداوی. خب ای بود اسیستد ریپروداکتیو تکنولوژی که ما و شما قبلا هم در مورد از اینا در بخش اقامت مردانه صحبت کرده بودیم. اختلالات آی وی اف یکی فیصدی خطای بلند داره، یعنی ممکنه مس بشه، هزینه بسیار بلند داره ایجاب میکنه که در هر دفعه که انجام میشه یک هزینه هنگفته زوجه دست میدن، فیصدی سقط هم در او بسیار بالا هست و میتونه که سبب چند قلو بشه، فیصدی هم در خارج رمی هم در او بالا است، ضربان روحی به زوجان خیلی وارد میشه، در صورتی که این پروسیجر منجر به ناکامی بگرده. خب این بود در کل معلوماتی که در مورد اقامت زنانه برای شما ترتیب شده بود و داده شد. تشکرات توجه شما، وقت شما خوش.